Marley Choir from Iran, conducted by Kevan Khabibzadeh. خب سلام، ما الان تو هواپیماییم داریم به سمت دبی میریم. همین الان فهمیدیم که مسابقات جهانی کور رو برنده شدیم. من کیوان حبیب‌زاده هستم. با یک کیبورد خیلی معمولی شروع کردم موسیقی رو و سالها طول کشید که خانواده پذیرفت که من واقعا به این موسیقی علاقه‌مندم و تنها جایی که ممکنه که موفق بشم همین موسیقیه. زمانی که تحصیلات مدرسه‌ای تموم شد، ساز ویولونسل رو انتخاب کردم برای ورود به دانشگاه. اونجا مواجه شدم با یک مرد بسیار دوست داشتنی به نام کریم قربانی. کریم قربانی چهره بسیار دوست داشتنیه توی موسیقی ایران، به خاطر اینکه معروف به اینکه برای همه شاگرداش پدری میکنه، فقط یک معلم نیست. با اینکه اون موقع خیلی فعال بودم تو تهران، ارکستر هارمونیک تهران، ارکستر هارمونیک صدا و سیما فعال بودم، ولی همیشه اینو به من یادآوری میکرد که اونجا خیلی میتونی مثبت باشی ها، و این درقه رو در من زد که بیام اینجا. خب یه اتفاقاتی هم افتاد، من مادرم فوت شد و یه خورده درگیر مسائل عاطفی شدم، این که ترجیح دادم که بیام اینجا. در سال 91 من دیگه تصمیم گرفتم که کلن دیگه بیام به استان گیلان و فعالیتمو اینجا انجام بدم. من سید وحیدالدین مؤمنی ماسوله، مدت 20 سالی میشه موسیقی رو به شکل حرفه‌ای انجام میدم. در ابتدا با اساتیدی که تو گیلان داشتیم مثل استاد بینایی، استاد علیجانی موسیقی رو شروع کردم توی زمینه سولفژ و آواز. به مدت 6 سال تو گروه عشاق گیلان به سرپرستی استاد ورعی اونجا به عنوان تکخوان میخوندم. هم موسیقی گیلانی میخوندم، هم موسیقی گیلکی میخوندم، هم موسیقی تالشی. بعد ساز رو شروع کردم، ساز کلارینت رو پیش اساتید تهران استاد اکبر محمدی و استاد پورمعین ادامه دادم و در کنار استاد علیجانی موسیقی کودک رو یاد گرفتم، روش تدریسش رو، و تقریبا مدت 15 سالی میشه موسیقی کودک رو تدریس میکنم و در کنارش سولفژ و صدا سازی رو. محمد انشایی هستم، کارشناس ارشد موسیقی ایرانی از دانشگاه تهران. نزدیک به 20 ساله که فعالیت گروهی و فعالیت اجرایی انجام میدم در موسیقی و البته در کنارش تدریس. موسیقی رو از دوران کودکی بهش تمایل نشون میدادم و استعدادی نشون میدادم که باعث شد که به کلاس‌های موسیقی برم و اول با پیانو شروع کردم، مدت‌ها کلاس پیانو رفتم و نوازندگی ویولون رو شروع کردم. بعد از چند سالی در کنارش کمانچه زدم و بعد که به دانشگاه راه پیدا کردم ساز تخصصیم، به خاطر علاقه‌ای که به موسیقی ایرانی داشتم ساز تخصصیم کمانچه شد. من این خوشحالی رو داشتم که سالها در کنار رمانشاد آقای پوررضا باشم، ساز بزنم، از دانسته‌هاشون استفاده کنم، به نوعی در موسیقی گیلان شاگردی شروع بکنم، و باز این افتخار رو داشتم و دارم که در کنار استاد مسعودی بودم و هستم. این افتخار رو داشتم که در گروه هم‌آوایان به سرپرستی استاد علیزاده نوازندگی داشته باشم، نوازنده کمانچه هستم در حال حاضر در این گروه و در ارکستر فیلارمونیک گیلان
در سالهای گذشته نوازنده ویولون بودم. گروه کور مالیک هم که اخیراً این موفقیت بزرگ رو به دست آورده، من خوشحالم که همکار این گروه بودم و هستم در چند سال گذشته. بنفشه صفاخو هستم، عضو گروه کور مارلیک. 10 سال هست که فعالیت هنری دارم به صورت حرفه‌ای. به دلیل علاقه‌مندی که به کار آواز داشتم، جذب گروه کوری به اسم گروه کور گیلان شدم. در کنار اون در رشته وکالت شروع به کار کردم و در سال 1395 به عضویت گروه کور مارلیک در اومدم. من شیما پسندیده هستم، خواننده آلتو گروه کور فیلارمونیک مارلیک. مدرک تحصیلیم حقوق جزا و جرم شناسی، فوق لیسانس حقوق جزا دارم. به خاطر اینکه خواهرم توی گروه کور ارکستر گیلان بودن، علاقه من شدم به خوانندگی تو گروه کور. از سال 92 خودم به صورت مبتدی اول شروع کردم تو گروه کور سکوت میخوندم. بعد از اون که حالا بیشتر تمایل پیدا کردم به خوندن تو گروه کور، سعی کردم یه سری کلاس ها و اینها رو شرکت بکنم. با آقای حبیبزاده آشنا شدم و سال 96 هم ما ازدواج کردیم با همون. دیگه من به صورت حرفه‌ای توی گروه کور فیلارمونیک مارلیک شروع به فعالیت کردم. اولین اجرای من با عنوان رهبر ارکستر با ارکستر گیلان بود که در سال 91 تأسیس شده بود. بعد از یک سال من سمت رهبری رو به لطف دوستان که به من اعتماد کردن پذیرفتم و به مدت 5 سال به صورت ثابت من رهبر ارکستر بودم. از سال 95 مالیک شکل گرفت. با آقای مومنی تصمیم گرفتیم که یه تعدادی از علاقه‌مندان رو جمع بکنیم و یه گروه کور مستقل درست بکنیم. تو حدود زیادی هم موفق شدیم افرادی رو که وارد این کار شدن به عنوان هنرجو اینا رو جذب بکنیم و در کنار خودمون با ما همزمان دارن کارم میکنن و حتی بعضیشون فراتر رفتن، تحصیلات دانشگاهی دارن، یعنی رفتن ادامه دادن، خیلی جدی در زمین ساز فعال شدن. حتی بعضیشون حتی خودشون یه گروه هایی رو درست کردن، گروه های کوری رو درست کردن. بچه ها هر کسی یه بای بای با دوربین بکنه بره بالا. هر زوی با گوش من بگیر اونجا واسه یه بای بای بکن بره بالا. خدا حافظ. خدا حافظ. بابا